سلام، خسته نباشی، حالتون خوبه؟ استراحت کردی پسرای گلم؟ خب حالا که استراحت کردی الان میخوایم با هم دیگه بچه ها درس علوم و فصل هفتم رو شروع کنیم. خب آماده هستی؟ آفرین، مرسی از شما پسرای گلم که اینقدر بچه های فعالی هستی. واقعا از همه تون تشکر میکنم، اینقدر سریع کاراتون انجام میدید، درست کاراتون انجام میدید، عکسش برای من میفرستید. آفرین بهتون، باریکلا به پسرای فعال و پرکارم، مرسی ازتون. خدا قوت به همه تون میدم. زنگ ریاضی عالی هستی، زنگ فارسی فوق‌العاده ای، زنگ علوم که دیگه هیچی، دانشمندای کوچک من هستی. خب بچه های گلم، فصل هفت علوم هستش اگر تمام شود. بچه ها چی قراره تمام بشه؟ میدونی؟ فکر کنی؟ چرا اینجا نوشته اگر تمام شود؟ بله بچه ها، من گفتم چی قراره تمام بشه؟ پسرای گل من، این فصل مثل شبیه یک زنگ خطر هستش. این فصل هفت شبیه یک چیه؟ شبیه یک زنگ خطره و میخواد به ما چیزای مهمی رو بگه. خب پس با هم دیگه این فصل رو شروع میکنیم تا به طور کامل با هم متوجه اتفاقای این فصل بشیم. بچه ها امروزه همه انسان ها برای رفت و آمد از وسایل نقلیه استفاده میکنن و خودروها برای حرکتشون نیاز به سوخت دارن. حالا سوخت یعنی چی؟ سوخت به موادی مثل بنزین، نفت، گاز، گازوئیل و چیزایی مثل زغال، اینا میگن چی؟ میگن سوخت. سوخت ها میسوزن و گرما تولید میکنن. سوخت ها میسوزن و گرما تولید میکنن. و از گرمای آن ما برای گرم کردن خونه هامون، مدرسه ها، محل کار، پخت و پز غذا، حرکت خودروها و حمل و نقل استفاده میکنیم. پسرای خوب، بوی دود و صدای بلند بوق ماشینا و خوب ببینید صدای بوی دود، صدای بلند بوق ماشینا برای ما انسان ها آزاردهنده است. دود خود رو هوا رو آلوده میکنه، به ریه های ما آسیب میزنه. سوخت ها انواع مختلف دارن بچه ها. سوخت هایی که ما استفاده میکنن، هر بچه ها سوخت انواع مختلفی دارن. هر وسیله سوخت مخصوص خودش رو استفاده میکنه. مثلا ماشین ها برای سوخت لازمشون رو به محلی به نام جایگاه سوخت میرن. خب ماشینا وقتی میخوان سوخت لازمشون رو بگیرن کجا میرن؟ میرن جایگاهی سوخت. سوخت های مانند بنزین، گازوئیل، گاز، اینهایی که در طبیعت وجود داره، اینها جزء سوخت هایی هستند که تمام شدنی هستند. بچه ها بعضی از ماشین ها هم بنزین میتونن استفاده کنن، هم گاز میتونن استفاده کنن. میدونید به این ماشین ها چی میگن؟ ماشین های دوگانه سوز میگن، چون هم میتونن از بنزین استفاده کنن برای حرکتشون، هم میتونن از گاز استفاده کنن. بچه ها وسایل نقلیه سنگی مثل کامیون و اتوبوس از گازوئیل استفاده میکنه. بچه ها اینجا گفته که استفاده زیاد از سوخت ها باعث تمام شدن اونا میشه. پس استفاده زیاد، هدر دادن اونا باعث تمام شدن منابع آنها میشه.
و باعث آلودگی هوا هم میشه. پس باید از سوخت‌ها درست استفاده کنید و در مصرف اونا حتما صرفه‌جویی کنید تا با هدر ندادن سوخت‌ها آینده رو بر خودمون چیکار کنیم؟ نگه داریم. پسرای گل من خوب دقت کنید. بچه ها ما گفتیم از سوخت‌ها ما استفاده های زیادی میکنیم، برای پختن غذا، برای گرم کردن خودمون، برای گرم کردن مدرسه، محل کار، از حمل و نقل. از چی استفاده میکنیم؟ از سوخت استفاده میکنیم. گفته که برای اینکه در مصرف سوخت و صرفه جویی کنیم، باید حتما از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیم بچه ها، و از هدر رفتن گرما در خونمون و مدرسه و محل کارمون و اینا جلوگیری کنیم. بچه ها سال قبل یادتونه تو فصل 14 کتاب علوممون از گذشته تا آینده یه صحبت براتون کردم راجع به لامپ‌های الکتریکی بود که 200 سال پیش اومده بودن با یه دوره شیشه‌ای و یه نخ لامپ درست کرده بودن. تو اون قسمت من بهتون گفتم بچه‌ها بعضی از من در توی یه پارک رفته بودم یه چراغ دیدم، خیلی برام جالب بود که بدونم این چراغ با چی کار میکنه، چون یک صفحه فلزی چارگوش مربع پشتش. خیلی تحقیق کردم متوجه شدم اون چراغ چیه؟ خودروهایی که ببخشید اون چراغ چراغهایی هم که از نور خورشید استفاده میکنن، چراغ‌های خورشیدی هستن. طول روز که خورشید میتابه اینها توی اون مخزنی که دارن، توی اون صفحه فلزی که دارن، اون گرما رو ذخیره میکنن. هوا که تاریک شد خود به خود اتوماتیک روشن میشه. در این درس هم ما گفته که با استفاده از نور و گرمای خورشید و باد بیایم انرژی تولید کنیم. پس از نور، با استفاده از نور و گرمای خورشید و باد و آب میتونیم ما چیکار کنیم؟ انرژی تولید کنیم. از آب و باد میتونیم چی درست کنیم؟ آسیاب بادی درست کنیم، برق تولید کنیم دیگه، درسته؟ خب اینجا گفته که ماشین های ما را میتونیم با انرژی هایی که میشه به حرکت در بیاریم، یا چیزایی که الان از نفت تولید میشن یا از نور خورشید تولید میشن. بچه ها بدونید چی از نور خورشید درست میشه؟ مثل آبگرم کنن خورشیدی، مثل لامپ های خورشیدی که سال قبل من لامپ های خورشیدی رو بهتون توضیح داده بودم. بچه ها پس حتما این درس های علوم رو خوب به خاطر بسپارید، خیلی چیزای مفیدی داره، دانستنی های علمیمون زیاد میشه. در کشور ما از گرما و نور خورشید برای تولید برق استفاده میکنن، برای آبگرمکن‌ها استفاده، آبگرمکن‌های خورشیدی استفاده میکنن. بچه ها میدونید بعضی وقتا چراغ راهنما را میتونیم استفاده کنیم ازش، از همین انرژی هاست. پس در فصل هفتم ما اگر تمام شود، اگر چی تمام شود؟ نگاه کنه به این صفحه، این صفحه عکس یک پالایشگاه نفت رو به ما نشون میده. میگه سوخت ها چی هست؟ سوخت ها بنزین، گازوئیل، نفت، گاز، اینها جز سوخت ها میشن. بچه های گل من بعد از اذان براتون فیلم صندوق رو میذارم. بعد از اینکه فیلم رو دیدید وارد صفحه کتاب میشید. من دوست داشتم که بچه هایی که دوست دارن کنفرانس علوم رو بدن الان به نوبت دستشون رو میگیرن بالا. اجازه بدید من بگم چند نفر میتونن دست بگیرن بالا. خب بله بچه ما میتونیم 8 نفر یا 9 نفر میتونن کنفرانس علوم رو بدن. دستاتون رو بگیرید بالا. من همین الان صفحه کتاب علوم رو تعیین میکنم براتون که برای شنبه دیگه آماده باشید کنفرانستون رو بدید. آقای پیشبین
آرتین جان، آرتین، خب آقای آرتین، باز کردم برا آرتین صفحه. آرتین جان سلام. آرتین میخوای کنفرانس بدی؟ بله. خب صفحه 55 آرتین یادداشت کن، صفحه 55 اسمتو بالاش بنویس که شما هفته دیگه صفحه 55 کنفرانس دارید. باشه پسرم؟ خب بله. مرسی. نفر بعدی ما آقای پسر خوب، آقای کیان. کیان جان، کیان شما صفحه 56. 56؟ بله. یادداشت کن پسرم، صفحه 56 برای کنفرانس شما در نظر گرفته شده. متشکرم از شما پسرای فعالم. باریکلا. کیاشا، کیاشا جان. سلام کیاشا جان. کیاشا جان صفحه 57 یادداشت کن بالای صفحه که آفرین. یادداشت کنید کنفرانس شما شنبه دیگه صفحه 57. یادداشت کردی خوشگله من؟ یادداشت کردم. متشکرم، مرسی. آقای قربانیان، رادین جون، رادین صفحه 57. سلام رادین جان، خوبی؟ خوبی گلم؟ بله. رادین جون صفحه 58 یادداشت کن بالای صفحه 58 رو یادداشت کن. صفحه 58. بله صفحه 58. الان نشون میدم صفحه 58 کدومه. این صفحه دیدی بذارم توی صفحه آوردم. بله دیگه انشالله کنفرانس دارم. مرسی رادیو فدایی، شما کنفرانس دادید. اجازه بده بچه‌ها که کنفرانس ندادن کنفرانس دارن. آقای منصوری، ماهان جان، ماهان، ماهان، ماهان جون شما صفحه پسرم 59 یادداشت کردی؟ ماهان صفحه 59. متشکرم، مرسی، قربونت برم، دستت درد. صفحه 59 از ماهان. بریم صفحه بعدی، صفحه 60. صفحه 62 میخوایم بدیم به، میخوام بچه‌هایی که کنفرانس ندادن انتخاب بشن. آقای امیر بردیا، امیر بردیا یادداشت کن صفحه 60. صفحه 60 آقای امیر بردیا، امیر بردیا صفحه 60. آفرین پسر گل من، صفحه 61. الان بچه هایی که دستاشونو نمیانن بالا همه دقت کنن. آقای ظاهری شما هم باید کنفرانس بدی. آقای صفیاری، روحام صفحه 61. روحام صفیاری یادداشت کن صفحه 61. صفحه 61 این صفحه برای روحامه. باشه روحام جون. خب حالا صفحه بعدی، صفحه 70، ببخشید صفحه 62. صفحه 62 آقای عطا، آقای عطا، عطا صفحه 62 کنفرانس شماست. آفرین. آقای ظاهری صفحه 63 یادداشت کردید همه؟ یک بار من میخونم براتون. الان همه دستاتونو بیارید پایین، همه دستا بیارید پایین. آفرین. خب همه دستا رو بیارید پایین انشالله برای فصل بعدی بقیه‌تون، چون اونایی که فصل 6 رو کنفرانس داده بودن الان دیگه نباید کنفرانس بدن، چون من باید امتیاز به همه بدم، همه باید شرکت کنن توی این کنفرانس. بچه های گل من، بچه ها جون من، ما توی درس هدیه ها داریم کنفرانس داریم، تو درس علوم کنفرانس داریم، همه تون باید این کنفرانس رو بدید.
من یکی یکی دوباره تکرار میکنم. آقای پسر خوب من، آقای ظاهری صفحه 63 بودی پسرم، یادداشت کنی یه جایی پسر گلم، صفحه 63. آقای عطا موسوی صفحه 62. آقای روحام صفیاری صفحه 61. آقای امیر بردیا صفحه 60. آقای ماهان منصوری صفحه 59. آقای قربانیان صفحه 58. آقای کیاشا صفحه 57. صفحه 57 کیان، آقای کیان ما صفحه 56. و آقای پسر گل ما آرتین صفحه 55. پس انتخاب کردیم. الانم اینجا مشخص کردم، یادداشت میکنید که برای هفته دیگه آماده باشید. هم درس علوم و کنفرانس میدیم، هم درس هدیه های آسمانی رو. بچه ها دیگه این دوتا درس به عهده شما. حالا یه کار دیگه هم داریم، پروژه. میخوام با هم دیگه یه پروژه درست کنیم. پروژه همون چیه؟ اصلا پروژه یعنی چی؟ پروژه یعنی یه کار عملی. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أشهد أن علياً حجة الله، هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا داشتم در مورد بچه ها پروژه صحبت میکردم. پروژه یعنی کار عملی. پروژه اسمش پروژه هست، ولی یه کار عملی هستش که الان بهتون نمیگم پروژمون چیه تو این درس. خب
هفته دیگه بهتون خواهم گفت بچه ها که چه پروژه میخواییم با هم دیگه انجام بدیم. دیگه شما بزرگی باید پروژه انجام بدید، کنفرانس بدید و ما لذت ببریم از کارهای شما. باشه؟ پروژه اصلا هیچ مهم نیست، هیچ چیز نوشتنی نیست، پروژه کار عملیه. یعنی یه کاری رو ما میگیم شما انجام میدی به صورت عملی. خب حالا من ببینم آقای کامرانی چه سوالی داره. امیرعلی جان، امیرعلی سلام. خانم شعله عزیزم چه سوالی داشتی بسرم؟ خانم شما گفتیم بچه ها صفحه 62 رو بدم. این 62 میشه فصل 8. اشکال نداره، باشه. فصل 8 رو تمرین میکنن داشته باشن که هر موقع که کار داشتیم انجامش بدن، هیچ اشکالی نداره دیگه، انتخابشون کردیم. ولی اونایی که فصل، اونایی که صفحه پسرم، اونایی که صفحه های 62 مثل عطا، 63 مثل تاها هستن، تاها و عطا، صفحه 62 و 63 رو برای هفته دیگه آماده نکنم، برای هفته بعدیش آماده کنم. مرسی ازت که یادآوری کردی، دست شما هم درد نکنه. متشکرم، مرسی آقا. ببینیم آقای قربانیان چه سوالی داره. رادین جون، رادین چه سوالی داری؟ خانم جونم، من هفته دیگه چند شنبه این کنفرانس میدم. شنبه عزیزم، شنبه. باشه؟ باشه، مرسی. قربونت برم، آفرین به شما. آقای آریا، خانم دوباره میکروفونم رو روشن کردی. آقای آریا سلام. خانم سلطی سلام عزیزم، میخواستم بپرسم که میشه منم کنفرانس بدم؟ بله، هدیه های آقا. باشه؟ مرسی ازت، دستت هم درد نکنه. روحان جان، آقای صفیاری چه سوالی داری عزیزم؟ خانم، من سوالم این بودش خانم جونه، ما چه کنم؟ مزن چه من چه کنم فاس بدم شرط؟ من هم میخوام شرط کنم بچه. گفتم عزیزم کنفرانس بدن. آره گفتم پسرم اسم تو میدونی صفحه چند؟ صفحه 61. آره صفحه 61. خودم بهت میگم که چه روزی تمرین کنی. باشه؟ باشه. آفرین به شما پسر گلم، مرسی ازتون، باریکلا. بچه جونم الان میخوایم فیلم فندق رو ببینیم در مورد فصل 8. ببینیم فیلم فندق رو، بعد بیایم با هم دیگه در مورد فصل 7 با هم صحبت کنیم. الان فیلم رو نگاه کنیم. الان باز میشه صدا. اگر تمام شد. سلام بچه ها، امروز را افتادیم بریم گردش. فندق هم داره با سه چرخش میاد. فندق؟ فندق عقب افتادی ها؟ خسته شدم. بیا دیگه چیزی نمونده. از این به بعد منو با ماشین بیاریم. چرا؟ آخه ماشین راحته، بعد میشینی توش گاز میدی خود به خود میرسه آدم. خود به خود که نمیرسه آدم. میدونم، یعنی اینکه کسی خسته نمیشه. تو فکر میکنی ماشین بهتر از سه‌چرخه است؟ خب معلومه سه‌چرخه همه زور آدمو میگیره، ماشین با زور راه نمیره که، خودش میره. خیلی خوب فندق، حالا بیا گردش امروزمون رو شروع کنیم. اصلا بیا درباره همین موضوع حرف بزنیم. درباره این که از این به بعد چطوری بریم گردش؟ آره، را بیافت. 1 2 3. فندو، تو فکر میکنی ماشینا خود به خود راه میرن؟ نه، خب میدونم هر ماشینی راننده داره، ولی ماشین با بچه ها تصویر مگه ندارید که گفتید تصویر ندارید؟ کدوماتون تصویر ندارید؟ دستتونو بگیرید بالا ببینم.
تصویر داشتی؟ خب پس الان نگاه کنی پسر گلم، نگاه کنی بچه ها. درسته، ماشین با نیروی راننده راه نمیره، اما فندو میتونی بگی پس با چه نیروی راه میره؟ ماشین خب با نیروی با چرخاش میچرخه. خب ماشین وقتی که چرخا میچرخه خب خب آره بگو بگو. خب خودش میره دیگه. آره نه اینطور نیست. به نظرت این موتور میتونه خود به خود راه بره؟ نه چون با باتری کار میکنه. اگه باتری نداشته باشه؟ اگه باتری نداشته باشه خب باید یکی هولش بده دیگه. آفری بزر هولش بده یا اینکه باید یکی بکشدش. اینجوری بکش بکش بکش. ولی اینجوری کیف نمیده. وقتی که با باتری کار میکنه خب چرا بکشیمش؟ درسته. حالا باتریشو جا میزنی؟ آفقم جا بذار یکی دیگه، جا بذار یکی دیگه. الان دیگه باید را برام و بعد روشنش میکنم. دیدی باتریش تمام شده بود که را نمیرم. بله حالا که باتریش عوض شد راه افتاد. آره حالا متوجه شدم این موتور با زور باتری را میره. از موازی ها همه با باتری را میره؟ نه همشون. به تساوی توجه کن. این ماشینا به جای باتری با برق شهر کار میکنن. وای چه باحال، ماشینا خیلی کیف داره. یعنی همه اینا با برق راه میرن؟ درسته. آقا جون سفینه خیلی باحاله. حالا بگو ماشین و موتورسیکلت چطوری راه میرن؟ ماشین موتورسیکلت خب چیزه اینا؟ با بنزین را میرن. باید به ماشین بنزین بزنیم که را بره. دود دود درسته، ماشین ها بنزین رو می سوزونن و از سوزوندن بنزین نیروی حرکت ماشین ها به وجود میاد. بنزین به عنوان سوخت ماشین ها عمل میکنه. به نظرت ماشین ها فقط با بنزین کار میکنن؟ نمیدونم. تا حالا شنیدی میگن بعضی از ماشینا دوگانه سوزن؟ آره آره شنیدم. مثل این ماشین که با گاز راه میره. آها. سوخت این کامیونم گازوئیله. سوخت یعنی همون چیزی که می‌ریزیم تو ماشین؟ سوخت یعنی ماده سوختنی که از سوختنش گرما تولید میشه. این گرما میتونه برای حرکت کردن ماشین‌ها مورد استفاده قرار بگیره. بعد هر چی که راه میره از سوخت استفاده می‌کنه. مثلا هواپیما چی با برق کار می‌کنه یا با سوخت؟ یا موشک؟ هواپیما و حتی موشک ها هم از سوخت برای حرکت استفاده می کنند. اما درباره اینکه هر چی که حرکت میکنه از سوخت استفاده میکنه باید اطلاعات بیشتری به دست بیاریم. اول بیا درباره سوخت ها بیشتر صحبت کنیم. ما توی خونمون از چه سوختی استفاده میکنیم؟ از گاز. امروز از گاز، ولی تا همین چند سال قبل از نفت استفاده میکردیم. اما سوختی که به مدت طولانی ازش استفاده می شده چوب و چیزهایی مثل زغال بود که از چوب به دست میاد و هنوز هم گاهی وقتا ازش استفاده می شه. چرا گاهی وقتا؟ چرا از چوب کمتر استفاده می کنی؟ خب سوال خوبیه. به نظر تو درختهایی مثل این چقدر طول می کشه تا به اینجا برسن؟ نمیدونم، حتما خیلی. درسته، گاهی وقتا ممکنه 50 سال طول بکشه. اما همین درخت رو اگه بسوزونیم چقدر طول میکشه تا تموم بشه؟ خیلی زود. پس اگه حواسمون نباشه ممکنه خیلی زود جنگلامونو از دست بدیم. یعنی چی؟ یعنی تا کی میتونیم از درخت ها و گیاه ها به عنوان سوخت استفاده کنیم؟ نه واقعا تا کی؟ خب جواب بده دیگه. تا کی؟ تا وقتی که تموم بشن؟ درسته. یعنی تموم میشن؟ به راحتی؟ پس تا جایی که میتونیم باید از هیزامون چوب به عنوان سوخت استفاده نکنیم. درسته. ای بابا، حالا بریم به سراغ یه سوخت دیگه. میریم سراغ نفت و بنزین. باش. نفت و بنزین از این کارخونه ای میاد فکر کنم. اینجا پالایشگاهه. یعنی کجاست؟
یعنی جایی که خیلی از سوخت‌ها مثل بنزین توش تولید میشه. چه بزرگه. اینجا نفت خامو میارن و تبدیلش میکنن به سوخت‌های مورد نیاز ما. نفت خام از کجا میارن؟ سوال خوبیه. نفت خام رو از زیر زمین بالا میکشن و تبدیلش میکنن به سوخت مورد نیاز ما. یعنی نفت خام هم از طبیعت میاد؟ درسته. نفت خام هم از طبیعت میاد و ممکنه تموم بشه. بعد اگه تموم شه چی میشه؟ نمیدونم. وای خدا کنه تمومش لازمش داری. تصور کن اگه سوختی روی زمین نباشه، هیچ ماشینی دیگه راه نمیره، هیچ هواپیمایی، هیچ کامیونی، اصلا هیچی. همه وسایلی که به سوخت احتیاج دارن از کار میفتن. آره. بله، وسایلی که باهاشون خودمونو گرم میکنیم و غذا میپزیم دیگه به کار نمیان. آه خیلی سردمون میشه که چه کار باید بکنیم؟ تو بگو چه چاره ای وجود داره؟ یه کاری کنیم که تموم نشه. نمیتونیم کاری کنیم که تموم نشه، اما میتونیم درست از سوخت‌ها استفاده کنیم و به هدرش ندیم تا دیرتر تموم بشه. یعنی بنزین رو زمین نریزی. درسته. و اینکه بی‌دلیل از ماشین شخصیمون استفاده نکنیم. توی مصرف گاز و نفت هم صرفه‌جویی کنیم. آها، منم واسه شرخ خودم همش میام گردش. آفرین فندو. یه کار دیگه‌ای که برای حفظ سوخت میتونیم انجام بدیم اینه که از منابع دیگه طبیعت کمک بگیریم. انرژیایی که به این زودی‌ها تموم نشن. آفرین. مثلا از انرژی خورشید استفاده کنیم. یعنی چطوری؟ میتونیم باتری‌هایی بسازیم که انرژی که تابش خورشید با خودش داره رو به انرژی برق تبدیل کنه. چه خوب. حالا بیا فکر کنیم که از چه نیروهای دیگه‌ای میشه به جای سوخت برای حرکت دادن ماشین‌ها استفاده کرد. مثلا چی؟ تو بگو. باد. پیشنهاد خوبیه. ولی برای ماشین نمیشه. برای کشتی‌ها میشه. و البته از باد یه استفاده خوب دیگه هم میشه کرد. ما با باد میتونیم برق تولید کنیم. اینا الان دارن برق تولید میکنن؟ بله. حالا که ماشین بادی راست راسکی نمیشه ساخت، بیا یه ماشین بادی اسباب بازی بسازیم. وای آخچون، باشه موافقم. بسه این ماشینه که رد شده. آره، بذار ببینیم چه وسایلی نیاز داریم. قرقره، چوب، میله، چرخ، آتا ماشینه، کامیون. سخته ولی آه. اگه دقت کنی تو هم میتونی یه ماشین مثل این درست کنی. چش. مرزی توضیح نمیدی؟ خوب دقت کن، خودت یاد میگیری. چش. زحمت داد میشه، میدونم. این میلا رو میشستین این تخته. بچه های عزیز گوش کنن، من خودم به جای مرزی توضیح میدم. بعد از اینکه میلا به تخته وز شد، شما چرخ رو باید جوری در این میلا جاسازی کنید که قشن به چرخه. بله، همینطور که ملازم کنیم میخ میذاریم که چرخ در نیاد. این آقا کارشو بلده. درسته. این ماشین قراره که با استفاده از یه بادکنک را بیفته. به نظر تو اگه از بادی که از بادکنک خارج میشه کمک بگیریم، میتونیم این ماشین اسباب بازی رو حرکت بدیم؟ نمیدونم. امتحان میکنیم. آره، هورا. اینم یه مدل دیگه. خب فندق، امروز چی یاد گرفتی؟ این که ماشینا با سوخت راه میرن و ما باید مواظب به سوختا باشیم که تموم نشه. بله، و این که میتونیم سوختا رو با انرژی های دیگه جایگزین. فندق کجا رفتی؟ فندق حالا برا. فندق کاش قبلش خداحافظی میکردی. بچه ها تا برنامه بعد، خدا نگهدار. حالا بچه های عزیزم، این فیلم آموزشی فصل هفتم از کتاب علوم اگر تمام شود. خب من این فیلم رو میذارم توی کانال واتساپ، بازم نگاه کنید بچه ها. باشه؟ خیلی مؤثر این فیلم.
اونهایی که میخوان کنفرانس بدن این فیلمو حتما ببینن، بقیه هم ببینید، چون تمام سوالای صفحه به صفحه کتاب علوممون تو فیلم فندق هستش. وقتی فیلم فندق رو ببینید یعنی کل فصل هفت رو یاد گرفتید. خب من الان میخوام ببینم آقای کسرا. کسرا جان، آقای نوروز، کسرا جونم. سلام خانم. سلام عزیزم، روزت بخیر. کسرا جون چه سوالی داری پسرم؟ خانم من میخواستم یه چیزی به شما بگم. یه نوع سوخت دیگه هست که سوخت توی ماشین ها استفاده میشه ولی خیلی کم. خب چیه؟ برق، با استفاده از برق. بله ماشین ها برقی هستن. آفرین، خیلی کم. بله مرسی از شما که اینقدر معلومات قویه، دست شما درد نکنه. پسرای گل من، ما علوم و فیلم فندق رو دیدیم، الانم در موردش هم با هم صحبت کردیم. پسرای خوب من لطفاً الان میخوایم با هم دیگه اجازه بدید من این درس رو بیارم. بچه های گل من حتماً عددهای انگلیسی از 0 تا 9 رو تمرین کنید، بزرگ بنویسید بذارید جلوی دیدتون، چون از امروز که دیگه من توی سنگ ریاضی میخوام بنویسم دیگه از عددهای انگلیسی استفاده میکنم. شماها اگه عددهای انگلیسی رو بلد باشید میتونید به فارسیش سریع بنویسید. باشه پسر خوبم، پس حتما عددهای انگلیسی رو بزرگ بنویسید، بچسبونید به دیوار اتاق یا در اتاقتون که کامل یاد بگیرید. یکی دیگر این که الگوهای 100 تا 100 تایی رو، یعنی 100، 200، 300، 400، اونها رو هم بنویسید بزنید در معرض دیدتون که مرتب که راه میرید ببینیدش که خوب ملکه ذهنتون بشه. از 100، 200، 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900 پس مینویسید میذارید جلوی دید. الان میخواییم بریم سراغ درس دوستان ما. همه کتاب رو باز کنید، چون اون زنگ وقت نشد من الان یه توضیح بدم. من میخوام در مورد کلمات مخالف، توی درس دوستان ما کلمه های مخالفش الان من سوال میکنم ازتون، میکروفونا رو باز میکنم ازتون میپرسم. سپهر جان، آفرین پسرای گلم. سلام خانوم. خوبی عزیزم؟ بله شما خوبین؟ من خواهم با کلمه بگیم مخالفشو بگیم. قشنگ ویر مهربان بان نامهربان. عالی آفری، خیلی خوب گفتی، باریکلا به پسرای خوشگلم، مرسی. را آروین جون چه سوالی داری پسرم؟ آروین جون عزیزم، آروین دوربینت هم باز کردم. آروین پسرم نمیتونی باز کنی. آروین میکروفونتو باز میکنم. آروین میکروفونتو باز کن. باز شد؟ دستم بالا بود. نه میخوام ازت سوال کنم. دوربینتم باز میکنم. خب از آروین میخوایم. آروین جون دو تا کلمه بهت میگم مخالفشو به من بگو. همین آفرین. کوشا میدونی کوشا یعنی چی؟ آره بگو عزیزم کوشا یعنی چی اصلا؟ هم معنی کوشا رو بگو. کسی که کوشش میکند. باریکلا. حالا مخالف کوشا رو بگو. کوشا یعنی چی؟
کسی که همش میخواد راحت باشه و بخوابه و استراحت کنه بهش میگن چی؟ کوشا یعنی تنبل، درسته؟ یعنی همش خوابیده، همش استراحت میکنه، ولی کوشا یعنی همش داره کوشش میکنه. پرکار؟ پرکار یعنی؟ پرکار یعنی میکروفونت قطع شده. پرکار یعنی چی؟ یعنی پر میگی مامانم خیلی پرکاره. برعکسش میشه چی؟ کم کار. درسته؟ آفرین. مرسی. پس پرکار مخالفش میشه کم کار. متشکرم. آقای محمد حسن. محمد حسن. محمد حسن سر خانم سالتی حالا خوشمزه مخالف خوشمزه بدمزه آفرین مرتب مرتب نامرتب کوشا کوشا کوشش نه دیگه کوشا مخالفش نوشا بود دیگه یعنی تنبل نه تنبل کوشا مخالفش میشه تنبل مرسی دست شما هم در نکن بله خانوم سلام عزیزم خوبی؟ همین بله. مخالف پاکیزه پاکیزه کثیف دانایی نادانی مرتبی نامرتبی متشکرم عالی آفرین به شما باریکلا مرسی آفرین به سرم مرشان مرشان سلام عزیزم خوبی؟ بله مخالف این کلمه ها رو به من بگو قشنگ زشت مهربان نامهربان همان همین همین متشکرم دست شما درد مرسی آفرین پسرای گلم باریکلا باریکلا که اینقدر قشنگ صحبت میکنید سپنتا سپنتا جان سپنتا باز شد منتظرتم خب سپنتا جون سپنتا خب فکر کنم باز نمیشه اشکال نداره از یکی دیگه سوال میپرسیم تا از سپنتا بپرسیمش خب آقای پسرای گل من تاها آقای ظاهری آفرین به تاها سلام خوبی عزیزم تاها جان هم معنی رو میپرسم هم معنی شو بگو قشنگ زیبا زیبا کوشا کوشا متوجه شدی؟ تاها جان تاها خب اشکال نداره تاها رفت بیرون سپنتا خب اب نداره بچه های عزیزم الان دیگه موقع زنگ هستش که ما باید دیگه با هم دیگه خداحافظی کنیم پسرای گل من الان یه دونه بهتون عکس عدد نویسی رو نشون میدم عدد نویسیمون بچه ها به این صورت انجام میدید از 100 تا 120 هم با رقم مینویسید هم با حروف جلوش مینویسید خوشخط و قشنگ بخونید و بنویسید
باشه پسرای گلم، پس امروز عدد نویسی ما هم با عدد هم با رقم از 100 تا 120 هستش. میخونید و مینویسید، سوال یکی کتاب فارسی رو کامل کنید، فوتبال هم نگاه کنید. باشه، انشالله که تو مسابقه فوتبال برنده میشید. همه تونو به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا قوت عزیزای من. خسته نباشید، عالی بودید، عالی. برای همه تون یه دست خوشگل میزنم. خدا یار و نگهدارتون. بچه فردا جشن یلدا داریم، یادتون نره ها. مرسی ازتون.